ایمان آقایاری، فعال سیاسی از ترکیه با ما هستن. وقتتون بخیر جناب آقایاری. اصرار دستگاه قضایی بر اجرای احکام اعدام با وجود اعتراض گسترده فعالان سیاسی و مدنی چه دلایلی داره؟ و اساساً چقدر مجازات اعدام برای مقابله با جرائمی مثل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب قتل پیشگیرانه بوده؟ درود بر شما. نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که واقعا میشه گفت یکی از خصلت‌ها و شاخصه‌هاش مرگ پراکنی هست، ضدیت با زندگی، چندان اعتنایی به مسائل از زوایای جامعه شناختی، روانشناختی و انسانی و حقوقی نداره. لذا ما میدونیم که جمهوری اسلامی بیشترین میزان اعدام رو داره به نسبت جمعیت ایران، اگر بخوایم در نظر بگیریم در سطح جهان، همواره پیشتاز هست توی بحث اعدام. در مورد اعدام علاوه بر بحث وجودش در قوانین ایران و ایراداتی که همواره هم بهش پرداختن که مطرح هست، این هست که اعدام کاربردهای چندگانه و کارکردهای چندگانه‌ای در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داره، از جمله اینکه گاهی حتی اعدام درمانی میکنه، این رو به شیوه‌های مختلف، حالا گاهی جنبه‌های سیاسی داره، فراغذایی داره، گاهی هم جنبه‌های فراغذایی غیر سیاسی داره. از سوی در مورد این مسئله که مطرح میکنید که آیا نتیجه بخش هست یا نه، میشه گفت و گذشته های دور همواره این بحث مطرح بوده، ولی لااقل یکی از اولین افراد شناخته شده در دوران مدرن که مخالف مجازات اعدام بوده، باکاریا، معتقده که نه تنها غیر انسانی است، بلکه میگه مجازاتی نالازم و غیر مؤثره. امروز ما میتونیم با فاصله گرفتن از اون ابتدای دوران مدرن بگیم حتما ریشه های جامعه شناختی، حتما ریشه های روان شناختی، حتما ریشه های سیاسی اقتصادی مسئله مثلا مواد مخدر یا جرایم این چنینی بسیار پررنگتر هست از اینکه بشه با مجازات اعدام ترس ایجاد کرد. اگر مجازات اعدام میتونست جنبه بازدارنده داشته باشه، دیگه ما شاهد جرایم در ایران نبودیم، در حالی که ما میدونیم تو ایران با بالاترین آمار اعدام ما همواره شاهد ناامن‌تر شدن، افزایش جرم، جنایت هستیم و حتما مخصوصا در مورد قاچاق میشه به ریشه های اقتصادی و اجتماعی اون برگشت که مستقیما حکومت در اون عملیات داره و حکومت جمهوری اسلامی به خاطر نپذیرفتن مسئولیت هست که به چنین مسائلی و به چنین رویکردهایی روی میاره. به ریشه‌های سیاسی اشاره کردیم. به اعتراض دو زندانی سیاسی زن از اوین بپردازیم. این اعتراض به مجازات اعدام از درون زندان‌های جمهوری اسلامی چه معنا و اهمیتی داره؟ این اعتراضات بگیم در یک جایی علاوه بر اینکه اعدام سیاسی محکوم می‌شد، میشه گفت یک حلقه‌ای شکل گرفت در چه داخل کشور و چه خارج کشور بین نیروهای سیاسی و مدنی، در موردی که خود مجازات اعدام به عنوان قتل خونسردانه حکومتی باید بره زیر نظر و زیر نگاه انتقادی فعالان حقوق بشر، کنشگران سیاسی و مدنی. به این معنا که اگر ما از زن زندگی آزادی صحبت می‌کنیم، این زندگی نمیتونه تناسبی داشته باشه با حکومت به عنوان یک دستگاه رسمی که مرگ ایجاد می‌کنه، به طور خونسردانه‌ای حکم به قتل کسی میده و اون رو به قتلگاه میبره. این چیزی که ما میبینیم در این نامه ها بازتاب داره دقیقا این هست که خود مخالفت با مجازات مرگ، خود مخالفت با مجازات اعدام تبدیل بشه به یک محور اتفاق میان نیروهای سیاسی و معتقدن که از این طریق میشه که مبارزه ریشه‌ای و رادیکال با حکومت جمهوری اسلامی کرد که علاوه بر استبداد اجازه کشتن انسان‌ها رو هم به خودش میده، تفویض کرده و از این طریق میتونه به شکل‌های مختلف اعمال اقتدار و زور بکنه. سپاس از شما. ایمان آقایاری، فعال سیاسی که از ترکیه با ما بودید.